شخص چی رقم وقتی خود احساس خوشبختی کرد، این چی رقم میتونه بره همسر خود خود انتقال بده تا او هم مثل از این احساس رضایت و خوشبختی بکنه. از راه هایی که میتونیم این احساس بکنیم زیاده، از اون جمله وقتی که همو همکاری، خود همکاری کردن همو باعث از اینش احساس رضایت طرف میرسونه، توجه بره همسر احساس رضایت بره از اون میرسونه، اعتماد کردن به زو، همچنین وقتی که بو اعتماد کنه، هم صحبت خوبی بودن، یعنی ای که وقتی از اون نشستم و هم صحبت باشه، ای خودی و باعث از این میشه که همو احساس رضایت و احساس خوشبختی و شدی بره طرف داده بشه. و همچنین مراد کردن حقوقی که بر عهده از او هست، یعنی حقوقی که حال زن بر عهده مرد داره، مرد اونها رو مراعات بکنه، همین حقوق از او، و همچنین حقوقی که شوهر بر عهده زن داره، زن اونها همه گیر مراعات بکنه و سعی کنه اونها رو انجام بده. این خود از او باعث از این میشه که همون هر چی که محبت اضافه تر میشه، هر اندازه هم همون احساس رضایت از زندگی که با هم دیگر دارن بیشتر میشه. در پهلو از این موارد دیگه هم میتونه باعث از این بشه که همون رضایت دو طرف و شادی و خوشبختی دو طرف بر مقام بیاره. از این جمله احترام گذاشتن به خانواده ها، خانواده های همسر و چی خانواده های شوهر، هر دو تا وقتی که احترام متقابل باشه این رضایت به بار میاره. که در اینجا خوبه که خانم های عزیز در این قسمت کوشش بهتری بکنن، که سعی بکنن به خانواده های شوهر خود رو احترام بگذارن، به والدین یا به خواهر و همچنین برادران اینا احترام بگذارن، توجه داشته باشن، با تا به این وسیله وقتی که او ببینه که به خانواده از احترام داره، باعث خوشنودی از او میشه و باعث رضایت از او از همسر از او میشه. دیگه یک مورد دیگه هم که باعث همین میشه که باعث شدی از اونها میشه، اطاعت کردن از اوامر خداوند و ای که همدیگر خود خور هم با همدیگر همکار باشن و همدیگر خود خور توصیه بکنن در قسمت اطاعت از خداوند و عبادت خداوند و همچنین تقوای خداوند، که ای باعث محبت در بین از این دو نفر میشه و باعث از این میشه که زندگی بهتری با همدیگر داشته باشن و همچنین بهتر بتونند همدیگر خود خور درک بکنند، چرا که هر چی که انسان در عبادت و اطاعت خداوند بیشتر پیش میره، به همو اندازه میزان محبتی که نسبت به همدیگر دارن بیشتر میشه. وقتی که او خانم خود خور توصیه میکنه به عبادت خداوند و اطاعت خداوند، خواهی برای از محبت میشه، که یعنی برای از اون مهمه که ای که من چی رقم عوامر انجام میدم و چی رقم کارهای انجام میدم. وقتی که زن هم همسر خود خود در این قسمت همکاری میکنه، برای از اون هم باعث ایجاد محبت میشه، که ای برای از این مهمه که من در نزد خداوند چگونه انسان معرفی باشم. که به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین همسران برای این آفرین میگفتند و حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند رحم کنه بر مردی که او شب از بستر بر میخیزه و بعد از اون نماز میگذاره و همسر خود خور بیدار میکنه و اگر بیدار نشد بر روی از او آب میپاشه تا ای که بیدار بشه بره نماز، و همچنین خداوند رحم کنه بر زنی که از بستر بر میخیزه و نماز میگذاره و همسر خود خور بیدار میکنه و اگر بیدار نشد بر او آب میپاشانه، که همین یعنی ای که همدیگر خود خود در این موارد در اطاعت و تقوای خداوند همیاری کنند. انشاءالله خانواده های عزیز اگه این توصیه ها به طریقه درست از انجام بدن، انشاءالله که خانواده صحیح و سالم و شاد و خوشبختر انشاءالله دارن.